نامه 30 سازمان بین المللی حقوق بشری از 14 کشور به ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، فراخوان به حفاظت از اشرف توسط نیروهای سازمان ملل و حمایت از حکم دادگاه اسپانیا علیه نوری مالکی و سایر مسئولان جنایت علیه بشریت در حمله 8 آوریل. 30 سازمان و جنبش بین المللی از کشورهای دانمارک، استرالیا، هند، ژاپن، فیلیپین، اندونزی، روسیه، ایتالیا، آذربایجان، اسپانیا، بلغارستان، تایوان، سوئیس و سوئد طی نامه‌ای پیلای کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد اعلام کردند دادگاه اسپانیا طی حکمی در تاریخ 11 ژوئیه 2011 شکایت علیه مسئولان کشتار ساکنان اشرف در روز 8 آوریل را پذیرفته و 3 تن از فرماندهان نظامی عراقی از جمله فرمانده نیروی زمینی ارتش را برای حضور در برابر دادگاه احضار کرده است. این دادگاه همچنین اعلام کرده است که نخست وزیر نوری مالکی را بعد از اتمام دوران نخست وزیریش که دیگر از مسئولیت برخوردار نخواهد بود به دادگاه احضار خواهد کرد. خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد بعد از کشتار 8 آوریل در اشرف گفت یک تحقیقات کامل، مستقل و شفاف باید در مورد این حمله صورت گیرد و هر فردی که مسئول استفاده از نیروی قهر مفرط شناخته شود باید مورد محاکمه قرار گیرد. دبیر کل سازمان ملل نیز طی گزارش 7 ژوئیه به شورای امنیت از دولت عراق خواستار خودداری از استفاده از قهر و ارائه تضمین برای دسترسی ساکنان کمپ به کالاها و خدمات شد و از جامعه بین المللی درخواست نمود که برای حل مسئله اشرف تسهیلات لازم را فراهم کنند. ما از کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد می خواهیم که تا اقدامات مقتضی را به عمل آورید تا در جلسه شورای امنیت ملل متحد ضرورت حفاظت از اشرف توسط نیروهای سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گیرد و هیئتی برای تحقیقات مستقل درباره کشتار 8 آوریل که خودتان بر آن تأکید کرده اید تعیین شود. سازمان های امضا کننده عبارتند از اتحاد بین المللی زنان دانمارک، شورای اتحادیه های کارگری استرالیا، سازمان پاکس کریستی بین المللی، انجمن بین المللی حقوق بشر استرالیا، انجمن همبستگی بین المللی وکلای ژاپن، سازمان اتحاد حقوق بشر وکلای فیلیپین، انجمن حقوق بشر اسپانیا، انستیتو صلح و دموکراسی آذربایجان، انجمن بین المللی حقوق بشر سوئد، انجمن وکلای دموکراتیک ایتالیا، سازمان انستیتو وحید اندونزی، سازمان سیتیزن واچ روسیه، سازمانی برای همه ایتالیا، سازمان صلح و دوستی ژاپن، انجمن بین المللی آزادی مذاهب سوئیس، مرکز حقوق بشر آذربایجان، کمیته بین المللی ساخاروف دانمارک، سازمان اتحاد برای بازگشت در بوسنی و هرزگوین، کمیته بین المللی سازمانهای غیر دولتی در دفاع از اشرف، فدراسیون انجمنهای دفاع و ارتقای حقوق بشر اسپانیا، کمیته حقوق بشر هلسینکی بلغارستان، انجمن بین المللی حقوق بشر کنیا، هماهنگ کننده سراسری برنامه علیه شکنجه هند،
سازمان بنگال غربی هند، جنبش آشتی ملی بنین، جنبش بین المللی صلح و آشتی ماداگاسکار، انجمن خداپرستان هند، مرکز کارگر ریرام نوواروم تایوان، کمیته حقوق بشر هلسینکی مقدونیه و جمعیت خانواده و صلح رواندا.